سلام دوستان، در چند روز اخیر یک موضوعی پیش اومد که یک به هر حال جرقه‌ای شد و در درون من که این ویدیو رو توضیح بدم. اونم برمیگرده به این موضوع همیشگی مرکزگرایان که من خودم یکی از اون اشخاصی هستم که شاید بیشتر از همه هم برش تاکید دارم، به عنوان یک مرض تاریخی، یک بیماری تاریخی که اسمش مرکزگرایی و در ایران وجود داشته و بسیاری از مشکلات ما دقیقا از همینجا سرچشمه میگیره، اون هم در کمتر از 100 سال گذشته از پهلوی اول به این ور این بیماری نهادینه شده. شما در نظر بگیریم که مرکزگرایان، حالا فرق نمی کنه این مرکزگرا از خامنه ای بگیریم تا آقای رضا پهلوی، از چپ چپ در نظر بگیریم تا راست راست، از داخل ایرانش در نظر بگیریم حتی اونی که مخالف جمهوری اسلامیه تا اونی که مخالف جمهوری اسلامیه ولی در خارج از کشور زندگی میکنه، از سوسیالیستش، کمونیستش، لیبرالش، مشروط خواهش، جمهوری خواهش، اصلا فرق نمی کنه. مرکزگرا میتونه هر کدوم از اینا باشه. شما در نظر بگیرید وقتی که در رابطه با اقوام صحبت میکنن و این دوستان و این هموطنان از آنها به عنوان ملیت های ایرانی به عنوان اقوام نام میبرن، مثلا در رابطه با یک حق، حق مثلا آموزش به زبان مادری که دیگه در کنوانسیون های بین المللی هم وجود داره، این رو میان جرح و تعدیلش میکنن، و در موردش نظر میدن و مثلا حتی در به طوری میشه گفت در اگه حزبی هستن در مرامنامه اساسنامه حتی او یا اون آیین‌نامه حزبیشون، اون متون داخلی حزبیشون، حالا چه داخلی چه رو به خارج، و نظر میدن و تعیین میکنن، یا حتی دیدیم شنیدیم بارها به کرات از طرف این مرکزگرایان، عرض کردم که از داخل ایران تا کالیفرنیا و لس آنجلس، مثلا میگه چرا که نه، اقوام حق دارن که به زبان مادری خودشون رو آموزش ببینن، مثلا در حتی مؤسسات خصوصی یا حتی در مدرسه تا چهارم پنجم یا چند سالی مثلا این اختصاص داده بشه این ادبیات، و اینا بتونن مثلا این ادبیات خودشون رو، زبان خودشون رو آموزش ببینن، یا مثلا در سطح دانشگاه ها اینا چند واحدی مثلا وجود داشته باشه و این اقوام بتونن این به حساب زبان مادری خودشون رو آموزش ببینن یا یاد بگیرن. حالا فقط بحث زبان نیست، در بسیاری از مسائل دیگه هم این وجود داره، نوع نگاه مرکزگرایانه که یک بیماری است وجود داره. بحث من چیه اینجا؟ یه نقطه کوری وجود داره، این نقطه کور مشترک تمامی مرکزگرایان هست که در بستر این بیماری تا به الان چاق و چاق و چاق و چاقتر شده. یک نقطه کور چاق و چله وجود داره، اون چیه؟ اونم اینه که این مرکزگرا به خودش اجازه میده در مورد دیگری و کم و کیف و حد و حدود حقوق دیگری دخالت بکنه. مثلا وقتی که به این فرد مراجعه بکنی، باش رو به رو بشی، بگی خب اصلا شما به شما کی هستین که اجازه به خودت میدی که ترک و کرد و عرب و بلوچ و لر و گیلکی و مازنی و اینا مثلا در چه سطحی، در چه حدی مثلا زبان مادریشون رو آموزش ببینن یا زبانشون تدریس بشه؟ مثلا شما کی هستین؟ چی کاره هستین شما؟ مثلا این اجازه رو به خودت میدی؟ کی این صلاحیت رو به شما داده که شما همچین دخالتی بکنید یا همچین حتی نظری بدین؟ غیر از این
بیماری مرکزگرایانه که تو خودتو اصل میدونی، دیگری رو فرع میدونی، خودتو زندانبان میدونی، دیگری رو زندانی میدونی، خودتو ارباب میدونی، دیگری رو رعیت میدونی، خودتو مالک میدونی، دیگری رو مستأجر میدونی، غیر از این چه چیز دیگه ای هست؟ حالا برمیگردی ازش میپرسی یکم بیشتر اینو فیتیل پیچش میخوای بکنی، میگی خب آخه مگه ایران برای همه ایرانیان نیست؟ مگه به این معتقد نیستی که همه ایرانیان باید در رابطه با نوع و چگونگی نوع نظام سیاسی آینده ایران، حتی این به کنار، حتی در مورد این مسئله زبان، مگه نباید نمایندگان تمامی ایران در مجلس مؤسسان در رابطه با این تک مسئله، مسئله زبان مادریان، زبانهای ایرانی بحث بکنن و روی یک فرمولی به توافق برسن؟ میگه چرا؟ میگم خب اینجا سوال پیش میاد، میگم مرد حسابی یا زن حسابی مرکزگرا فکر میکنی من کرد یا هر کردی، هر بلوچی، هر ترکی، هر عربی، هر لوری، هر گیلکی، هر مازنی، ترکمنی بیاد در مجلس به این طرح شما رأی بده که مثلا غیر فارس ها در ایران فقط و فقط میتونن مثلا 2-3 سالی زبان مادریشون رو در دوران ابتدایی یا رهنمایی آموزش ببینن؟ آخه مگه ممکنه طرف کرد باشه ولی بیاد به همچین تری که در حزب شما، در سازمان شما یا در مخیله شما وجود داره اصلا رأی بده یا قبول بکنه؟ نه. خب شما به چه جرأتی، بر اساس کدوم منطق و صلاحیتی میای این نظر رو در مورد دیگرانی میدی که زبانشون زبان شما نیست؟ این نقطه کور خیلی روشنه، ولی نمیفهمن این مرکزگرایان. چرا درک نمیکنن این نقطه کور رو که آقا یک سری از مسائل اصلا در صلاحیت شما نیست که در موردش صحبت بکنی؟ اصلا چرا صحبت میکنی در این مورد؟ خب حالا بس اینه که چیکار باید کرد؟ یک سری از مسائل که ملی است، مثل منابع، مثل رابط خارجی، مثل اقتصاد کلان، مثل ارتش به عنوان یک نیروی واحد دفاع از کشور، مثل آموزش در سطح کلان و و غیره، آره اینا رو شما میتونید دخالت بکنید. سوالشون اینه پس چی؟ میخواین زبان فارسی رو مثلا حذف بکنید؟ نه. چی گفته زبان فارسی باید حذف بشه؟ چه کسی اصلا مشکل داره در رابطه با زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی؟ چون میان میگن این وسط پس مردم چگونه همدیگر رو بفهمن؟ پس چجوری یک رشکی یک زاهدانی رو بفهمه؟ پس چجوری یه دونه تبریزی یه دونه خراسانی رو بفهمه؟ پس چجوری یه دونه اهوازی یه دونه نمیدونم تهرانی رو بفهمه؟ اصلا این سفسطه ربطی نداره. کسی نگفته که زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی حذف بشه. بس سر اینه که شما باید سر جات بنشینی، حد و حدود خودتو بدونی، در چیزی که اصلا در حیطه اختیارات شما نیست و به شما ربطی نداره دخالت نکنی. شما هر وقت تونستی زبان و درک شراکتی رو در خودت تولید و بازتولید بکنی، در خودت بیابی، در خودت تولید بکنی و از گوشه نگاه شراکت به امروز و فردای ایران نگاه بکنی، اون موقع کلامت، نحوه اون فهوای کلامت، چگونگی برخوردت با دیگرانی که مثل خودت نیستن، با کرد و ترک و بلوچ و عرب و به هر حال گیلکی و مازنی و ترکمن و اینا کلن فرق میکنه. اون شریکی که میخواد شراکت بکنه و پایدار باشه و اون پروژه سوداوری باشه، یک زبان دیگری داره،
زبان ارباب رعیتی نیست، زبان بالا پایینی که نیست، که زبان مالک و مستاجر نیست که. پس خلاصه بکنم، کسی در رابطه با حذف زبان فارسی از طرف این غیر فارس ها حداقل تا جایی که من میدونم صحبت نکرده. شما هم اگر فارسی یا فارسیگرا هستی یا مرکزگرا هستی، حق نداری در مورد چند و چون و حضور و حیات این زبان های دیگر حرف بزنی. در مورد اینکه ما چگونه با هم در آینده با یک سیستم زبانی چند زبانه با هم زندگی بکنیم، این در حیطه اختیارات من و شما حتی به عنوان حزب یا شخص نیست. این مجلس مؤسسانه که فردا تصمیم دموکراتیک لازمه رو در این مورد خواهد گرفت. ولی این اون چه که مهمه الان به نظر من اینه که این بیماری ذهنی، این منتالیته غلط که در مرکز گرایی به عنوان یک بیماری فکری چاق و چله وجود داره، تلاش کنیم پاکش کنیم. شما به عنوان یه غیر کرد حق نداری تعیین بکنی برای کردها که در چه سطحی و تا چه حدی میتونن این زبان آموزش ببینن یا بهش آموزش ببینن. لطفاً این نقطه کور رو حل بکنید. هیچ کردی به این رأی نخواهد داد که زبانش تا سطح پنجم ابتدایی یا در یک مؤسسه خصوصی یا به عنوان دو تا واحد در فلان دانشگاه تدریس بشه. پس من به عنوان یک کرد یا نماینده کردها در آینده به این منتالیته شما، این طرز فکر شما رأی نخواهد داد. پس بهتر شما از این فکر غلط دست بردارید. به امید اینکه بیشتر در این مورد فکر بکنیم و از چنگ این بیماری مهلک و کشنده به نام مرکزگرایی در آینده بسیار نزدیک نجات پیدا بکنه. با سپاس.